سفیدپوشان جمهوری اسلامی ایران در سمت چپ قرار دارن و قرمزهای شیلی در سمت راست. ببینیم این توپ کجا میرسه، توپ میخوره به بدن سجل حسینی و اینم ضربه‌ای که در اختیار علیرضا حقیقی قرار میگیره. داورم از کشور اتریش هست، مانوئل شوتنگروبر نام داور این بازیه. توپ رو با در میانه میدان، موقعیت برای بازیکن تیم ایران داره ایجاد میشه. شجاعی حرکت کرده، پا به توپ شده، شجاعی در منطقه جریمه، شجاعی ضربه رو میزنه و حالا دژاگه و توپی که به آرامی در اختیار برابا قرار میگیره. بازیکن ما میتونن تو این صحنه دروازه شیلی رو با کمی دقت بیشتر و سرعت عمل بالاتر باز بکنن. داور کورنر رو برای ما گرفته و ببینیم ضربه کورنر رو چطور خواهند زد بازیکن تیم ایران. خارا در مقابل قوچان نژاد، تحرک بازیکن در منطقه جریمه، تیموریان بلند برای دروازه، فرصت برای تیم ایران و توی دروازه، گل برای ایران. جواد نکونام حساب کار رو 1-0 میکنه. یک بار دیگه ما هم ببینیم تیموریان این چنین توپ رو برای دروازه فرستاد، نکونام با بغل پا توپ رو وارد دروازه کلودیو براوو کرد. ایران 1-0. تیم ایران که از ضربه کرنرش خیلی خوب استفاده کرد و تک گل بازی به ثمر رسید. ارسال برای دروازه و مدافع تیم ایران خوب توپ رو برمیگردونن. توی برگشت یه شوت دیگه از کنار دروازه، این ضربه خطرناک کرنر خوب به بیرون میره. دخالت به موقع از قفوری، تیموریان، دژاگه از همونجا میفرسته برای دروازه. یک بار دیگه فرصت برای تیم ایران و سراسیمه توپ رو انزو روکو به بیرون میفرسته. حالا زده حمله میشه برای تیم شیلی. دژاگه میاد به زیبایی توپ رو میگیره، دوباره عالی کار میکنه دژاگه، پاس قشنگ پشت منطقه جریمه، موقعیت برای شجاعی، شجاعی بازم موقعیت داره، شجاعی ولی خطا میکنه. بیش از حد کند کار کرد تو این صحنه، میتونست با یه مقدار سرعت عمل بالاتر گل دوم رو هم برای ما بزنه. مسعود شجاعی، گارسیاس و میکل وارگاس هر دو روی هم یه دونه بازی ملی کردن که اونم گارسیاس کرده. یه ارسال بلند از دیگه دروازه ما باز بشه، فرصت و روی سهلنگاری مدافعان تیم ایران که خوب یارگیری نکرده بودن، دو تا بازیکن خالی شیلی در مقابل دروازه تیم ایران صاحب فرصت شد. این اولی بود که تو بدن سرش رد شد و اینم یار دوم که ضربه رو خوشبختانه به چارچوب نزد. ماتیاس فرناندس یه بار دیگه برای کورنخ و سانتر بلند بعد از تیر دو، یک بار دیگه موقعیت، عالی عکس العمل نشون میده حقیقی. در حالی که همه فکر میکنن که گل میشه، حقیقی بود که دروازه رو نجات داد. داور اجازه میده بازی دنبال بشه، زد دمه سری برای تیم ایران، براوو هم بیرون اومده. حالا پاس به جلو، شجاعی در منطقه جریمه، شجاعی این موقعیت رو هم مسئولی شجاعی از دست میده. هر دو تیم دو تا بازی در پیش رو دارن، یک موقعیت دیگه برای تیم ایران، حرکت عمقی در منطقه جمع انجام میشه، فرصت به توی دروازه، گل دوم برای تیم ایران با ضربه وحید امیری، ضد حمله حساب شده و ضربه تمام کننده امیری نتیجه بازی رو 2-0 میکنه. نتیجه باور نکردنی برای تیم ایران. بیرانوند و سایر نیمکت نشینا هم میان، اینجاست که حرکت شروع میشه، یه حرکت سه نفری سریع و پاس خوب قوچان نژاد با پای غیر تخصصی و همینطور ضربه نهایی و پای چپ وحید امیری. شجاعی کنترل میکنه بین دو بازیکن، بازی تکنیکی او نتیجه نمیده، یه لحظه اشتباه از بین دو تا بازیکن ما توپ عبور کرد. حالا فرصت، ضربه راه دور که ماتیاس فرناندز به توپ میزنه و توپ از کنار دروازه به بیرون میره. راه بسته است، ترجیح میدن که پاس به عقب بدن، این بار میار سمت چپ رو انتخاب میکنه، یه پاس در عمق، فرصت و توپی که از کنار دروازه با ضربه خطرناک این بازیکن فوئنزالی داره به بیرون میره. ببینیم بازیکن تیم شیلی چگونه کار خواهند کرد. ماتیاس فرناندس ضربه رو میزنه و حقیقی برمیگردونه، مدافع ما هم بهش کمک میکنن تا توپ از محوطه جریمه خارج بشه. یک بار دیگه بازی رو عوض میکنن، ایسلا ضربه سر میزنه، توپ سرگردان در مقابل دروازه که توپ به شکلی خطرناک از روی دروازه سیاسی الکسیس سانچز به بیرون میره. دومین بازیکن گران قیمت تاریخ باشگاه آرسنال
بعد از مسعود اوزیل. توی عرض مدل، فرصت پشت محوطه جریمه، ایسلا روی پای چپش هست، یه ضربه آروم و خروج حقیقی، روی توپ اثر میگذاره، هنوز خطر دفع نشده. وارگاس روی تیر دو عبور میکنه از مقابل الکسیس و حالا دژاگه که از تکنیکش میخواد استفاده بکنه. فقط 90 ثانیه تا پایان این دیدار، یه پاس خطرناک به مقابل دروازه، انصاری فر زیر توپ میزنه، توپ سرگردان و توپی که نزدیک بود وارد دروازه، انصاری فر خوب بازی نکرده. ماتیاس فرناندس پشت توپ قرار گرفته، میزنه به سمت دروازه و عالی کار میکنه اونجا، به ایزای توپ رو به کورنر میفرسته.